تو این ویدیو میخواییم در مورد آینده شغلی عکاسی صنعتی و تبلیغاتی تو ایران صحبت کنیم. سلام شما علاقه‌مندان عکاسی، من محمد رضا صادقی هستم. احتمالا میدونید نام هنریم رضا صادقی و این یکی از مهمترین ویدیوهایی هست که تا این لحظه ضبط کردم. من توی این ویدیو میخوام در مورد آینده شغلی عکاسی صنعتی و تبلیغاتی صحبت بکنم، یکی از پرسودترین شاخه هایی که ما توی عکاسی داریم، و میخوام در مورد این حرف بزنم که توی ایران، توی شرایط فعلی ایران که نظر اقتصادی میدونیم چه خبره، میتونیم روی درآمد عکاسی صنعتی حساب بکنیم یا نه. اول در مورد چیزی با هم کنار بیایم. ببینید، خیلی ها به عکاسی به دید یک تفریح نگاه میکنن، به دید یک هابی نگاه میکنن و این اعتقاد رو دارن که توی ایران، حالا نه ایران، خیلی جاهای دنیا، تو کل دنیا مخصوصا ایران، نمیشه از عکاسی پول درآورد. اما ما الان داریم در مورد یکی از پرسودترین شاخه‌های عکاسی صحبت میکنیم. به نظر من میخوایم در مورد عکاسی صنعتی صحبت بکنیم که اسمش روشه، عکاسی که مستقیما با صنعت، مستقیما با بازار و مستقیما با تبلیغات در ارتباط هست. و من میخوام حرفی که خیلی ها بهش اعتقاد دارن رو با عرض پوزش نقض بکنم، و من معتقدم که عکاسی صنعتی الان توی ایران یکی از پرسودترین کارهایی هست که یک هنرمند میتونه انجام بده، یا بهتر بگم یک هنر دوست میتونه انجام بده. و میخوایم الان در موردش صحبت بکنیم که چه مزایایی داره و چه آینده شغلی در انتظار کسایی هست که وارد این رشته میشن. شاید یه سری بگن که بابا تو هم دلت خوشه ها تو این اوضاع با این داستانهای دلار و این وضع ناپایدار اقتصادی، حتی دیگه نمیشه به خرید دوربین فکر کرد، دیگه حتی باید فکر خرید یک دوربین DSLR یا میرورلس معمولی رو هم از ذهنمون بیرون بکنیم. و ممکنه در ادامه هم بعضیا به من بگن گیریم هم که حالا دوربین داشته باشی، چه کسی میخواد به تو پول بده بابت گرفتن عکس ها. اما میخوام در مورد یک چیزی صحبت بکنم، این نکته بسیار مهم، فکر میکنم چند باری گفتم، از جمله توی مصاحبه‌ام با مجله توسعه مهندسی بازار این رو گفتم، توی هر شرایط اقتصادی ولو بسیار بد هم که باشه، الان ایران توی این شرایط هست، کشور ما توی این شرایط، تو هر شرایط اقتصادی باید جنس و کالا یا خدمتی فروخته بشه. برای اینکه از این شرایط بخوایم عبور بکنیم باید این اتفاق بیفته، و توی این شرایط، تو شرایط بحران، مردم پولاشون رو با احتیاط بیشتری خرج میکنن، پول دارن ها ولی با احتیاط بیشتری خرج میکنن. بنابراین نیاز به این کاملا احساس میشه که تبلیغات باید بهتر و هوشمندانه تر باشه. روی لفظ هوشمندانه تاکید میکنم که ما بتونیم مردم رو قانع بکنیم، اقناعشون بکنیم که با اینکه پولاشون رو با احتیاط بیشتری خرج میکنن، اما بیان اون محصول یا اون خدمت رو تهیه بکنن، خریداریش بکنن. همونطور که میدونید چشم ما یکی از اولین دریچه های ورودی مغز ماست. ما در وهله اول با چشم هامون محیط بیرون رو میگیریم و سیگنال های بیرون رو میگیریم و تجزیه تحلیل میکنیم، و فکر نمیکنم کسی باشه بتونه منکر این باشه که یک عکس حرفه‌ای تبلیغاتی، یک عکس فوق العاده خوب، عالی و قشنگ تبلیغاتی میتونه تاثیر بسیار عالی داشته باشه توی اقناع مخاطب برای خرید کالا. حتما سایت های فروش اینترنتی رو همتون سر زدید، میدونید که گاهی ما یک محصولی رو میبینیم، یک کالایی رو میبینیم، انقدر قشنگ هست تصویرش، انقدر زیبا ازش عکاسی شده که حتی با اینکه واقعا نیازی به داشتن اون کالا نداریم، اما به خاطر اون عکس حرفه‌ای، اون رنگ و لعاب بسیار قشنگ، این احساس نیاز تو ما به وجود میاد که این کالا رو من باید داشته باشم. برای خود من بارها این اتفاق افتاده و بارها هم با عکس‌های خودم کاری کردم که مخاطب‌های دیگه این اتفاق درشون بیفته. پس بهتره یه جور دیگه به عکاسی صنعتی نگاه بکنیم. عکاسی صنعتی در واقع یک جور نقش اقناع کننده ای رو داره برای مخاطب که یک کالا یا محصول یا خدمتی رو خریداری بکنه، و صاحبان کسب و کار این رو به خوبی میدونن. حالا نمیخوام توضیحات بیشتر بدم، حتما توی گوگل سرچ کنید مجله توسعه مهندسی بازار، مصاحبه من صفحه اول هست و اونجا مصاحبه من رو حتما بخونید. بنابراین وضع ایران یا حالا هر کشوری، حالا ما تو ایران هستیم،
وضع ایران هر چقدرم که بد باشه میتونم این رو با یه اطمینانی بگم که کار و کاسبی یک عکاس صنعتی، یک عکاس کامرشال تقریبا سکه هست. نمیگم عالیه ها، نمیگم چقدر خوبه که الان اوضاع کشور بده و توی عکاسی صنعتی ما میتونیم درآمد کسب بکنیم، نه، اینو همه میدونن که توی یک اوضاع آروم اقتصادی میشه با خیال راحت تر و با برنامه ریزی بهتری کسب درآمد کرد. اینو منکر نیستم، هیچ کس نمیتونه منکر باشه. اما توی شرایط فعلی عکاسی صنعتی در واقع یک محرکی هست برای کسب و کارها که بتونن کالاهای خودشون و خدمات خودشون رو بفروشن. و اگه شما بتونید صاحبان کسب و کار رو قانع بکنید که عکس شما، فیلم شما، تیزر شما، بروشور، پوستر شما میتونه این تأثیر رو روی مخاطب داشته باشه که باعث خرید اونها بشه، مدیرای کسب و کار به راحتی با شما قرارداد میبندن، چون در واقع شما دارید چیزی رو به اونها میدید که دقیقاً دنبالش هستن. خب یه مقایسه‌ای بکنم بین ایران و بقیه کشورها تو زمینه عکاسی صنعتی. البته منظور من از بقیه کشورها عموماً کشورهای آمریکای شمالی، یعنی خود آمریکا و کانادا هست. ببینید، این رو من نمیتونم منکر بشم که یک عکاس، حالا در کل دارم میگم، یک عکاس یا هنرمند حتی اگه بخوام کلی تر بگم، توی آمریکای شمالی بسیار راحت تر میتونه کار بکنه. این رو هیچ کس نمیتونه منکر بشه. یه سری قوانینی ما اینجا داریم که با هیچ منطقی سازگار نیست، این رو میدونم، هممون میدونیم. یک سری محدودیت‌هایی داریم که هر هنرمندی رو اذیت میکنه، هر عکاسی رو اذیت میکنه. اما یه جور دیگه ای بیاییم به قضیه نگاه بکنیم. ببینید، عکاسی صنعتی مدت زیادی نیست که وارد ایران شده. منظورم از وارد ایران شدن اینه که متداول شده، یعنی مدت زیادی نیست که عکاسی صنعتی متداول شده. و خیلی جالبه اینو بدونید، خیلی ها هنوز به عکاسی به دید یک شغل نگاه نمی کنن. آیا این نکته منفیه؟ به نظر من نه، برعکس، نکته بسیار مثبتی هم هست. یعنی کاری که، حرفه‌ای که دیگران، خیلی از مردم به دید یک شغل حتی بهش نگاه نمی کنن، رو اگه شما توش فعالیت بکنید، شما توش بتونید جایگاهی برای خودتون دست و پا بکنید، خب باعث موفقیت شما میشه. یعنی از جایی شما میتونید رشد بکنید که دیگران انتظار ندارن. خب قشنگی این کار هم در واقع همین هست. من دارم بازار عکاسی رو میبینم توی ایران، این رو میدونم که چقدر پتانسیل وجود داره برای کار کردن. این رو باور دارم که به معنی واقعی کلمه توی بحث عکاسی، حالا و عکاسی صنعتی مخصوصا، توی ایران کار انجام نمیشه و استودیوها، شرکتها و اشخاص خیلی کمی هستن که به صورت حرفه‌ای، کلمه حرفه‌ای تاکید دارم، که به صورت حرفه‌ای دارن تو این رشته فعالیت میکنن. خب اونو مقایسه بکنید با بقیه شغل‌ها و مشاغل و رشته‌هایی که داره اشباع میشه توی حتی ایران. بنابراین روی این مورد هم میتونید به عنوان یک پوان مثبت نگاه بکنید. البته خب ممکنه یه سری‌ها بگن بابا تجهیزات عکاسی گرونه، چجوری بخریم؟ ببینید، این یک اصله تو کل دنیا که تجهیزات هنری کلن گرونه، دوربین ها واقعا گرونه، حتی تو کل دنیا، حتی توی ثروتمندترین کشورها. مثلا من سوئیس رو مثال میزنم، یک شهروند سوئیسی باید حدودا نصف ماه کار بکنه تا بتونه پول خرید یک دوربین مثلا کانون 5D مارک 4 رو دست بیاره. البته برای ما ایرانی ها این خیلی یه جور رویا محسوب میشه که یعنی ما با 15 روز کار کردن میتونیم یک دوربین بخریم، برام رویاه. ولی خب برای اون شهروند سوئیسی خودش خیلیه بگه، یعنی پول یک دوربین به اندازه حقوق نصف ماه من هست. برای من تو کل دنیا دوربین ها کلن تجهیزات گرونی هست. اگه قیمت های بالاش رو دیدین، حالا با نرخ دلار اینا، خیلی ناراحت نباشید، برای کل دنیا این وجود داره. حالا این رو برای چی گفتم؟ ببینید، با توجه به اینکه تجهیزات عکاسی بسیار گرون هست، پس قاعدتا باید نرخ گرفتن عکس ها هم گرون باشه و اینطوری هم هست. این رو دارم برای این مطرح میکنم که خیلی از عکاس های صنعتی که حالا تازه دارن کارشون رو شروع میکنن، میان با نرخ‌های بسیار بسیار پایینی قراردادهاشون رو میبندن. میدونم در اول کار ممکنه مشتری‌های زیادی به تورتون بخوره، میدونم که ممکنه خوشحال باشید که آخ جون من چقدر مشتری دارم، اما این رو بدونید که اگه شما با قیمت‌های پایین کار بکنید در طولانی مدت، به عنوان یک عکاس چیپ و یک عکاس ارزون قیمت شناخته میشید و همون کسایی که دارن با شما با قیمت‌های پایین کار میکنن، بعد از اینکه قیمتاتون رو بردید بالا و به حد استاندارد رسوندینشون،
دیگه باهاتون کار نمیکنن. بنابراین این نکته رو هم در نظر داشته باشید. من یک سادکست دارم، فکر میکنم سادکست 4 باشه که توش در مورد کار رایگان تو عکاسی صحبت کردم، توش در مورد این حرف زدم که اگه توی عکاسی از ما درخواست کار رایگان شد چطوری باید جواب بدیم و چه سیاست هایی رو باید اعمال بکنیم. حتما سادکست 4 رو گوش بکنید چون بسیار براتون مفیده تو این زمینه. تا یادم نرفته این رو هم بگم که اگه شما کار فیلمبرداری تبلیغاتی و صنعتی انجام میدید، نرخاش به مراتب از کار عکاسی بالاتر هست، چون دیدم بعضیا نرخ خیلی پایینی میگیرن و حتی پول تجهیزاتی که خریدن رو هم نمیتونن در بیارن. بنابراین این رو بدونید، تو مشاغل، توی بازار، تو کارخونه ها، تو کسب و کار این کاملا متداول و جا افتاده است. البته من نمیخوام تو این فیلم قیمت بدم به خاطر اینکه سیاست من این نیست، اما این رو بدونید که قیمت فیلم برداری از عکاسی بسیار بالاتر هست. بنابراین اگه کار تیزر میکنید این رو هم بدونید. یکی از مزیت هایی که عکاسی داره برای شما، حالا در مورد عکاسی صنعتی داریم صحبت میکنیم ولی خب در کل توی عکاسی صادق، اینه که توی حرفه عکاسی شما اصطلاحاً آقای خودتونید و نوکر خودتون. تصور این رو بکنید که یک پروژه عکاسی دارید، هر موقع اراده بکنید میرید توی محل، با صاحب اونجا هماهنگ میکنید، میرید عکسا رو میگیرید یا به اون شخص، اون کارخونه، اون تولیدی میگید که کالاها رو براتون بفرستن توی خونتون عکاسی بکنید هر موقع دلتون خواست، صبح، ظهر، شب، نصف شب، و بعد میتونید روی تختتون لم بدید، عکس رو ادیت بکنید، برید وسطش چای بخورید، قهوه بخورید، شب، نصف شب، و از قبلم هر موقع که توافق کرده باشید عکس رو تحویل بدید و پولتون رو بگیرید. این خیلی قشنگه. من واقعا عاشق این ویژگی مثبت عکاسی صنعتی هستم، حالا در کل عکاسی، که شما هر طور دلتون بخواد میتونید کسب درآمد بکنید، میتونید یک سایت رو اندازه بکنید، آموزشاتون رو بفروشید. حالا من در مورد آموزش شمالی مثالی زدم. میتونید هر مشتری رو که دوست داشتید قبول کنید، هر کی رو دوست نداشتید قبول نکنید، و فکر میکنم یک شغل ایدئال محسوب بشه برای خیلی از ماها که بتونیم یک کاری داشته باشیم، یک حرفه‌ای داشته باشیم که توش انقدر دستمون باز باشه برای انجام هر کاری که دلمون بخواد. و من همیشه تو کلاس‌های خودم به شوخی میگم توی عکاسی اوج استرسی که به شما وارد میشه اینه که دوربین رو کجا بذارید، استروب‌ها رو کجا بذارید، زاویه‌ها چطوری باشه، و نهایت استرس همینه که در واقع استرس هم نیست. من به این کار همیشه میگم یک جور چالش لذت بخش. اوج استرس کار عکاسی یک جور چالش لذت بخشه و به نظرم یک شغل ایدئال محسوب میشه برای خیلی از ماها. در مورد خانم‌های خونه‌دار این صحبت رو بکنم که عکاسی صنعتی میتونه یک منبع درآمد خیلی خوبی باشه برای خانم‌های خونه‌داری که میخوان به اقتصاد خانواده‌شون کمک بکنن. تنها چیزی که نیاز دارید یک دوربینه. گاهی همین دوربین نیاز نیست و با گوشی هم میشه عکس‌های خوبی گرفت. البته عکس‌های فوق حرفه‌ای از آب در نمیاد. نمی‌خوام دروغ بگم، نمی‌خوام خالی بندی کنم که آقا با گوشی هم بیاید میتونید بهترین‌ها رو بگیرید. میشه، ولی عکس‌های فوق‌العاده‌ای در نمیاد. اما میشه. به عنوان یک خانم خونه‌دار میتونید روی عکاسی صنعتی حساب بکنید، روی کمک خرجی که برای خانواده‌تون داره میتونید حساب بکنید. و خب اگه خیلی مایل نیستید که برید بیرون، خیلی حوصله بیرون رو ندارید، توی همون خونه میتونید یکی از اتاق‌های خودتون رو تبدیل به استودیو بکنید به صورت موقت حتی. یعنی وسایل رو بچینید، عکس رو بگیرید، بذارید کنار، یه قسمت از هال، پذیرایی، آشپزخونه، هر جایی رو میتونید این کار رو انجام بدید. خود من شخصا از اتاقم خیلی پول درآوردم. خیلی از پروژه ها رو من چون حوصله نداشتم، عبارت حوصله نداشتم رو دارم به کار میبرم، چون حوصله نداشتم تو خود اتاقم انجام دادم. یعنی از خواب بیدار شدم، رفتم صبحونه خوردم، برگشتم، پروژه‌ام رو انجام دادم و کارو کردم، پولو گرفتم، تموم شد و رفت. بنابراین اگه یک خانم خونه دار هستید میتونید روی عکاسی صنعتی حساب بکنید. خب میدونید همین نکات باعث میشه که خیلیا سبک زندگی یک عکاس رو واقعا دوست داشته باشن. یعنی فردی که از هنرش، از علاقهش، از تفریحش داره کسب درآمد میکنه. فکر میکنم تمام سخنرانهای انگیزشی که میان میلیون ها تومان از مابابت کلاسشون پول میگیرن، یه همچین چیزی رو میخوان تبلیغ کنن که از کاری که میکنی لذت ببر، از لذتی که داری میبری درآمد کسب بکن. فکر میکنم کل حرفشون همین باشه و طبق تجربه خودم عکاسی صنعتی میتونه این شغل باشه. من میخوام یه مزیت خیلی جالبی رو برای عکاسی صنعتی بشمرم، مزیتی که واقعا لذت بخشه. یه مثال میزنم، یعنی با مثال میخوام توضیح بدم. فرض کنید همراه خانوادتون تو ماشین نشستید، دارید
توی اتوبان، توی خیابون یک مسیری رو میرید و توی مسیر حالا توی ترافیک هستید، دارید با هم صحبت میکنید توی ماشین و یک بیلبوردی اون سمت خیابون میبینید و یک نکته جالب وجود داره، اینکه عکس اون بیلبورد رو شما گرفتید و چقدر حس قشنگیه که اون لحظه به خانوادتون اون بیلبورد رو نشون بدید، بگید ببینید اینو من گرفتم. یک حس فوق‌العاده قشنگه که من چندین بار تجربهش کردم و به نظرم خیلی قشنگه این نکته که هنر شما، نمونه کار شما، محصول مخلوق شما در ابعاد بسیار بزرگ جلوی چشم همه باشه و طبعا اعضای خانوادتون بهتون افتخار میکنن که محصول شما، هنر شما، حاصل کار و تلاش شما به صورت یک بنر بزرگ، یک بیلبورد بزرگ توی خیابون در اومده و همه دارن اون رو میبینن. این یک مزیت خیلی جالب بود، خواستم این رو باهاتون به اشتراک بذارم و جمع‌بندی بکنم. ببینید عکاسی صنعتی، تبلیغاتی، تجاری، همشون یک اسم هستن، گول اسم رو نخورید. عکاسی صنعتی یک فرصت خیلی خوبه برای کسب درآمد توی شرایط فعلی بازار ایران، توی هر شرایطی هست، اما فعلا توی شرایط فعلی بازار ایران، شرایط اقتصادی فعلی ما، عکاسی صنعتی چیزیه که میتونه درآمد شما رو افزایش بده، چیزیه که هم تفریحه و هم یک منبع درآمده و از همه مهمتر رشته ایه که توی ایران فعلا بکره. بنابراین اگه میخواید وارد این حرفه بشید یه کوچولو عجله بکنید. مرسی از اینکه توجه کردید، امیدوارم که از مطالب این فیلم استفاده کرده باشید و خداحافظ. ببینید من توی بیوگرافی اینستاگرامم نوشتم که لطفاً به من ایمیل بزنید، هنوز داره برام دایرکت میاد، خدایی وقت نمیکنم نگاه بکنم، یعنی شرمنده، فکر نکنید چاخ مجازی هم و اینا، وقت نمیکنم، لطفاً به من ایمیل بزنید.